اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. در روزی که تسلط خود بر ملت ایران را جشن گرفته اند، رئیس جمهوری رژیم هشدار می دهد که مبادا در سرکوب مردم بیش از این ستم کنید که بنای حکومتتان همانند کاخ کاغذی ممکن است به ناگهان فرو ریزد. امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه خورشیدی، 11 فوریه میلادی و 16 ماه شوات از سال 5780 هجری است. سرخط چند خبر مهم روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. حکومت ایران در حالی 41 سال ربودن قدرت از مردم ایران را جشن گرفته که از نظر اقتصادی در آستانه ورشکستگی مطلق قرار دارد و از نظر سیاسی بیش از پیش از حمایت مردم محروم شده و از نظر بین المللی هر روز بر انزوای آن افزوده تر می شود. در حال حاضر تنها سازمان‌های ترور شیعه و اسلامی که از رژیم ایران پول و اسلحه می‌گیرند از آن پشتیبانی می‌کنند. امروز نیز در سراسر ایران صدها هزار نفر را به خیابان‌ها آوردند، ولی اکثر شرکت کنندگان در این نمایش سالیانه حقوق بگیران حکومتی بودند که اگر حضور نمی‌یافتند مجازات می‌شدند. حسن روحانی و بسیار دیگر از سخنرانان ضمن زیادگویی در مورد قدرت و دستاوردهای رژیم، قاسم سلیمانی را نیز تحسین کردند و به چاپلوسی پرداختند. قاسم سلیمانی یکی از یاران نزدیک علی خامنه‌ای محسوب می شد و تملق‌گویی از او نوعی خوشامد برای شخص خامنه‌ای است. با این همه خبرگزاری فارس که سخنگوی سپاه پاسداران است تأیید کرد که قاسم سلیمانی در کشتار مردم در تابستان 88 نیز نقش داشته است. این بار یک تکماندوکار ایرانی است که در کرواسی پناه گرفت. حکومت خودگردان فلسطینی در تلاش برای محکوم ساختن اسرائیل در شورای امنیت ناکام ماند و بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل در نخستین فرصت برنامه پیوند دادن در دیگه اردن و آبادی‌های اسرائیلی نشین کرانه باختری به حاکمیت کشور را عملی خواهد ساخت. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران، منطقه و جهان در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، دکتر عبدالله قرقوزلو، آقای مرتضی لطفی و من شیرین دادگستر می باشد. در بین برنامه برای شما یاران گرامی موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. پیش از آغاز اخبار یادآوری می کنیم که رادیو پیام اسرائیل شب گذشته یک پخش مستقیم فیسبوکی داشت که در آن از شنوندگان و کاربران پرسیده شده بود که آینده کشور ایران را چگونه می بینند. آقای منشه امیر در آغاز این گفتگوی مستقیم با شنوندگان در ایران و کشورهای دیگر مطالبی بیان داشت که پیش از اخبار امروز آن را با هم می شنویم. خب درود بر شما بینندگان، شنوندگان، کاربران، دوستان، عزیزان، ایرانیان. بسیار بسیار خوشحالیم که با شما هستیم و موضوعی که مورد بحث امشب هست آینده ایران رو چگونه میبینید؟ فردا میشه 41 سال و تا شاید میشه به آینده امیدوار بود و آینده رو ساخت و چگونه باید آینده رو ساخت؟ ببینید از تاریخ میشه خیلی درس‌ها رو فرا گرفت. ما وقتی که به تاریخ ملت‌ها نگاه میکنیم جز امید و انتظار فکر میکنم که چیز دیگری نباشه. حساب بکنید که جنگ جهانی دوم تمام شد، آلمان به کلی ویران شده بود،
آمدن و دوباره آلمان رو ساختن. آلمان امروز یکی از قوی ترین کشورهای دنیاست. یا مثال دیگری بزنیم، مثلا ژاپن. ژاپن در جنگ جهانی دوم آسیب بسیار دید ولی ساخته شد، دوباره بنا شد. من اکثرا دوست دارم که ملت اسرائیل رو مثال بزنم. تصور میکنم که از این ملت ایرانی ها میتونن بسیار چیزها رو یاد بگیرن. ببینید، دوبار بیت المقدس یهود ویران شد، دوبار یهودیان رو به اسارت بردن، از مملکت خودشون بردن یک جای دیگه، گفتن همینجا بمونید، همینجا زندگی بکنید. 2000 سال یهودیان انتظار کشیدن، امید خودشون رو از دست ندادن، گفتن ما بالاخره یک روزی برمیگردیم. هر روز روزی 3 بار میکردن به طرف اورشلیم که در انتظار روزی که ما برگردیم میهن خودمون. 2000 سال طول کشید. یه اتفاق خیلی جالبی افتاد و اون این که در اواسط قرن 19 اندیشمندان یهودی پیدا شدن که گفتن بس نماز خوندن، بس دعا کردن، باید عمل کرد. و اونها آمدن و پایه‌های فلسفی و عملی و دیپلماسی برپا ساختن دوباره اسرائیل رو ریختن و ما به نتیجه رسیدیم. راه درست. یک نکته رو میخوام تذکر بدم و من همیشه و همه جا تذکر میدم و اون این است که یک دست صدا نداره و یک نفر و یا یک گروه نمیتونن به هدف برسن. هدف ایجاب میکنه که همه با هم همکاری بکنن. هیچ کس خودش رو بر دیگری برتری ندونه، هیچ کس منم نزنه، هیچ کس در پی عنوان و مقام و احترام نباشه، بلکه بگه من اون چرا که میتوانم با خلوص نیت انجام میدم. با هم میتونیم کارهای زیادی رو انجام بدیم به یک شرط که از یکدیگر بد نگیم، به هم احترام بذاریم، برای هم حق موجودیت قائل باشیم، بعد تحمل یکدیگر رو داشته باشیم. یعنی فکر این امکان رو داشته باشیم که عقایدی رو بشنویم که با عقاید ما یکسان نیست، نه که فورا مگه من یه چیزی رو شنیدم و خوشم نیامد و یا با دیدگاه‌های من اختلاف داره بگم که بله فلانی عامل رژیمه یا فلانی خودفروخته است یا فلانی راه اشتباه میره. همدیگر رو بشنویم، به هم احترام بذاریم، عقاید یکدیگر رو بررسی بکنیم، بسنجیم و سعی بکنیم که یک راه مشترکی رو پیدا بکنیم. میدونم خیلی بحث هست که فرداست رژیم سلطنتی باشه یا مشروطه باشه یا جمهوری خواهی باشه، لیبرال باشه و حتی بعضی ها از فدرالیسم صحبت میکنن. اینها به نظر من در حال حاضر موضوعیتی نداره و نباید مطرح باشه. اونچه که باید امروز مطرح باشه اتحاد بین افراد و گروه ها و ایدئولوژی های مختلف هست که اول گام اول رو که برانداختن رژیم کنونی است انجام بدن، بعد ترتیبی بدن که یک سال یک حکومت انتقالی در ایران برپا باشه، در این مدت همه احزاب و گروه های سیاسی اینها امکان تبلیغ و شناساندن تجربیات و ایدئولوژی خودشون رو داشته باشن، بعد از یک سال اگه کافی نبود یک سال و نیم زیر نظر سازمان ملل و نهادهای جهانی انتخابات بشه، رفراندوم بشه و مردم ایران راه آیندهشون رو انتخاب بکنن. من شاهزاده رضا پهلوی رو از دور، شاید هم از نزدیک دنبال میکنم. ببینید ایشون میگوید که گام اول برانداختن رژیم کنونی است، رژیم آینده ایران رو خود ملت ایران باید انتخاب بکنه. البته همونطور که گفتم بعد از یک دوره انتقالی، که در این دوره انتقالی ما با دیدگاه‌های سیاسی مختلف و
کشورداری آشنا میشیم و ملت ایران در یک بحث آزاد یکی از اینها رو انتخاب خواهد کرد. مطالب کوتاهی بود که آقای منشه امیر شب گذشته در آغاز برنامه پخش فیسبوکی بیان کرد. به آگاهی میرسانیم که روز دوشنبه دو هفته دیگر دوباره با شنوندگان در داخل ایران و سراسر جهان از طریق مسنجر به گفتگو خواهیم پرداخت. موضوع بحث را هفته آینده اعلام خواهیم کرد. اکنون شما را به شنیدن اخبار امروز دعوت می‌کنیم. سه‌شنبه شما به شادمانی و نیکبختی. با آرزوی روزهای بهترین برای ایرانیان در هر نقطه‌ای که هستند، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می‌رسانیم. تلاش حکومت خودگردان فلسطینی برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که در آن اسرائیل محکوم شناخته شده باشد با شکست روبرو شد و محمود عباس ناچار گردید طرح پیشنهادی خود را پس بگیرد. رئیس حکومت خودگردان که در یک سال اخیر روش آشتی ناپذیری در برابر ایالات متحده در پیش گرفته، اظهارات مقامات راستگرای اسرائیل را نیز محکوم دانسته که به دنبال انتشار طرح صلح پرزیدنت ترامپ گفتند که اسرائیل باید هرچه زودتر بخش‌هایی از کرانه باختری را به طور رسمی زیر حاکمیت خود درآورد. در طرح صلح آمریکایی گفته شده که ناحیه موسوم به دره اردن که در نوار ساحلی بخش غربی رود اردن قرار دارد و به یک رشته کوه منتهی می‌شود در حاکمیت اسرائیل بماند. همچنین ایالات متحده پذیرفته که بخش اعظم آبادی‌های اسرائیلی نشین که در کرانه باختری برپا شده بخشی از خاک اسرائیل محسوب شود. جناح راست اسرائیل که از این بخش از طرح پرزیدنت ترامپ به گرمی استقبال کرده در صدد برآمد هرچه زودتر آن را عملی سازد. ولی ایالات متحده به اسرائیل هشدار داد که همه بخش‌های طرح ارائه شده باید به صورت یک پارچه عملی شود و اسرائیل حق ندارد بخشی از آن را در شرایط کنونی به اجرا گذارد. نتانیاهو که در آستانه انتخابات پارلمانی به شدت می‌کوشد به دستاوردهای سیاسی و بین‌المللی نائل شود، بلافاصله پس از رونمایی از طرح پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که اسرائیل در آینده نزدیک حاکمیت خود را بر آن نواحی اعلام خواهد کرد. او حتی گفت که این جریان را در نشست هفتگی هیئت دولت که قرار بود سه هفته پیش برگزار شود مطرح خواهد ساخت. ولی زیر فشار ایالات متحده او این تصمیم خود را باطل کرد و از جانب راست افراطی مورد نکوهش قرار گرفت. حکومت خودگردان فلسطینی در ماه‌های اخیر گام‌هایی در راه کاهش و حتی توقف همکاری با اسرائیل برداشته و از اظهارات نتانیاهو به شدت ابراز ناخرسندی کرده و قصد داشت این جریان را به شورای امنیت بکشاند. ولی محمود عباس نتوانست موافقت اعضای دائم و موقت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه‌ای علیه اسرائیل به دست آورد و در نتیجه از ارائه پیشنویس قطعنامه خودداری ورزید. محمود عباس حتی نتوانست موافقت 9 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت را جلب کند که پیشنویس قطعنامه را در نشست شورای امنیت مطرح سازند. آگاهان میگویند که این امر نشان می‌دهد که حکومت خودگردان فلسطینی حمایت بین المللی و حتی حمایت کشورهای عرب را به تدریج از دست می‌دهد. این واقعیت که یک بخش از سازمان‌های فلسطینی علناً خواهان نابودی اسرائیل هستند و از نوار غزه به تعرض جنگی علیه اسرائیل ادامه می‌دهند، یکی از علل دوری اعراب و جهانیان از فلسطینی ها می باشد. دولت محمود عباس نیز از هنگامی که ایالات متحده سفارتخانه خود را به اورشلیم منتقل ساخته با آن کشور وارد ستیز شده و هر گونه تماسی را با ایالات متحده متوقف ساخته است.
حسن روحانی در سخنرانی به مناسبت 41مین سال به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران در هشداری به تندروهای حکومتی گفت اگر به مردم انتخاب و آزادی داده نشود دوباره انقلاب خواهد شد و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. حسن روحانی افزود اگر حکومت پیشین به مردم اجازه انتخاب میداد نیازی به انقلاب نبود. اگر آن حکومت مردم را آزاد می‌گذاشت تا در نوع آزادی و استقلال آزاد باشند و حکومت را برگزینند و انتخاب کنند، در نوع قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند و بین استقلال و وابستگی مردم استقلال را انتخاب کنند، اگر رژیم گذشته به یک انتخابات سالم و آزاد ملی تن می‌داد، انقلابی نمی‌شد. رئیس جمهوری تأکید کرد برخی فکر می‌کنن روی کار آمدن جمهوری اسلامی بدون برنامه بوده. پدران، مادران، برادران و خواهران ما که در آن عصر بود که با سخنان و وعده‌های روح الله خمینی راه انقلاب را برگزیدند و منتظر وعده‌های تحقق نیافته مانده‌اند، حالا از ما می‌پرسند که آیا امروز هم ناچارین در انتظار قول‌های واهی 41 سال پیش از سوی افرادی دیگر باشیم و از آنان پیروی کنیم؟ حسن روحانی درباره حضور مردم در انتخابات افزود مردم از انتخابات گله کنید، شکوه داشته باشید، اما خواهشمندم منفعل نشوید. محمد جواد ظریف در سخنانی به مناسبت سالروز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران اقدامات نظامی ایالات متحده در کشورهای خاورمیانه را نوعی فعالیت تروریستی نامید و ادعا کرد که مردم منطقه از این نوع فعالیت‌ها نفرت دارند. اشاره وزیر خارجه رژیم ایران به دخالت فعال نظامی ایالات متحده برای ریشه‌کن ساختن گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و به ویژه داعش است. ظریف در حالی ایالات متحده را تروریست و تروریست پرور می‌نامد که خود رژیم ایران با دخالت‌های گسترده نظامی در منطقه در قتل صدها هزار نفر در سوریه و نقاط دیگر سهم داشته و کشور یمن را به آشوب کشانده و در عراق گروه‌های تروریست متعدد شیعه به وجود آورده است. دولت اسرائیل و نهادهای بهداشتی و درمانی کشور با توجه به گسترش ویروس کرونا در داخل چین و نگرانی شدید از سرایت آن به داخل اسرائیل مقررات سختگیرانه تری را اعلام کرده که بعید می نماید حتی آنها نیز بتوانند مرزهای اسرائیل را به روی این بیماری ناشناس و خطرناک ببندند. مقامات بهداری اسرائیل نه تنها سفر به چین را ممنوع ساختند، بلکه به شهروندان توصیه شده است که حتی الامکان از سفر به کشورهای همسایه چین مانند تایلند و فیلیپین و حتی کره جنوبی و ژاپن نیز خودداری ورزند. وزارت خارجه اسرائیل ابراز نگرانی کرده که قطع تماس با چین و جلوگیری از سفر اسرائیلیان به آن کشور و ورود شهروندان چین به اسرائیل به مناسبات دو کشور لطمه بزند. چین از یک سو از خریداران عمده کالاهای اسرائیلی است و در همان حال یکی از بزرگترین تامین کننده های کالای مورد نیاز اسرائیل می باشد. علاوه بر این، مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور از نظر اسرائیل بسیار مهم است و نباید آسیب ببیند. حکومت اسلامی ایران از بیم آنکه دولت پکن ممکن است خشمناک شود، از انتشار هر گونه خبری درباره ابعاد رخنه‌یابی ویروس کرونا به داخل ایران جلوگیری می‌کند و هیچ گونه محدودیتی در رفت و آمد به چین قائل نشده است. آگاهان میگویند که این امر جان مردم ایران را به خطر میاندازد، ولی حکومت جرأت نمیکند واقعیات را به مردم بگوید. در حالی که از داخل ایران خبر میرسد که ماسک بینی نایاب شده، در اسرائیل اعلام شد که واردات 8 میلیون ماسک بینی به خارج سفارش داده شده که امید میرود در کوتاه‌ترین مدت به این کشور برسد. مقامات بهداری در اسرائیل توصیه می کنند که زنان باردار، سالخوردگانی که مشکل سلامتی دارند و همه آنهایی که از ضعف جسمی رنج می برند
و همچنین افرادی که در هفته‌های اخیر در چین بوده و یا با شهروندان چینی ارتباط داشتند مطمئن گردند که ویروس کرونا وارد بدنشان نشده باشد. همچنین دو بیمارستان اسرائیل صدها تخت خواب را برای پذیرفتن افرادی که احتمالاً ممکن است به این بیماری مبتلا شوند و نیاز به بستری شدن آنها باشد آماده کردند. مهمتر آن که ارتش اسرائیل سفر سربازان خود به کشورهای دیگر و همچنین اجرای رزمایش مشترک با ارتش‌های بیگانه را موقتاً متوقف می‌سازد. سازمان جهانی بهداشت یک گردهمایی جهانی تشکیل داد برای بسیج اقدامات بین‌المللی و تشخیص کمبودهای اطلاعاتی و اولویت‌های تحقیقاتی که هدف آن مقابله با ویروس کرونا جدید اعلام شده است. مدیر کل جهانی بهداشت نیز تأکید کرده هدف از نشست پیش رو افزایش اقدامات برای توسعه ابزارهای مورد نیاز در روند مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید است. نشست این سازمان در حالی برگزار می شود که آمار تازه قربانیان پیامدهای ابتلا به کرونا ویروس 2019 با رکورد تازه 108 مورد در یک روز به 1016 مورد رسیده است. گزارش رسمی دولت چین نشان می دهد با وجود رکورد تازه قربانیان، شمار قربانیان ثبت شده ابتلا به این ویروس نسبت به روز قبل از آن کاهش داشته است. در بامداد دوشنبه دیروز بیش از 3000 مورد تازه تشخیص داده شده بود که در بامداد امروز سه‌شنبه به حدود 2480 مورد تازه کاهش یافته است. این دومین بار طی دو هفته اخیر است که موارد ابتلا کاهش پیدا کرده است، هرچند هنوز هیچ نتیجه گیری مشخصی از آن ارائه نشده و سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داده که تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد تا شیوع بیماری از کنترل خارج شود. در حالی که تظاهرات سال روز 22 بهمن ماه آنگونه که رژیم جمهوری اسلامی می‌خواست در سکوت اکثریت مردم ایران برگزار شد و از آنجایی که مردم ایران در سالروز 22 بهمن ماه از مشارکت در مراسم از قبل تدارک یافته سازمان تبلیغات اسلامی خودداری کردند، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم عناوینی را در این زمینه در صدر خبرها و گزارش‌های امروز خود قرار دادند. این خبرگزاری امسال از اشاره به مشارکت میلیونی مردم خودداری کرد و در آغاز این نمایش دولتی این عنوان را در صدر خبرها و گزارش‌های خود قرار داد. جلوه‌ای زنده و تماشایی از یوم الله 22 بهمن در کشور ایران. ایران سراسر حضور شد. لشکر حاجب قاسم با فریاد مرگ بر آمریکا به راه افتاد. ساعتی بعد خبرگزاری تسنیم این عنوان را تأخیر داد با اطلاع از اینکه مردم از حضور در تظاهرات 22 بهمن خودداری کردند و این جمله را جایگزین جمله قبلی در عنوان خبری خود کرد. جلوه‌ای تماشایی از یوم الله 22 بهمن در ایران اسلامی، حماسه عزت و اقتدار در جشن 41 سالگی. به دست تعدادی که به این محل آورده شده بودند عکس‌های قاسم سلیمانی می‌دادند. امروز عده‌ای از مقامات دولتی در این مراسم از جمله وزیران حکومت، فرماندهان سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس حضور داشتند. از مردم عادی و جوانان و دانشجویان در تظاهرات خبری نبود. فرماندهان سپاه پاسداران و سران حکومت اسلامی ایران در سالروز به قدرت رسیدن
و در ادامه بزرگنمایی قدرت خود و توانایی‌های شگرف در دفع دشمن بر شدت تهدیدهای خود علیه اسرائیل افزودند و تهدیدهای خیش را برای نابودی اسرائیل از سر گرفتند. سپاهی ابوالفضل شکارچی در مقام سخنگوی نیروهای مسلح در سخنان امروز خود سه‌شنبه از جمله گفت رژیم صهیونیستی به زودی از صحنه روزگار محو خواهد شد. او به دنبال این یاوه سرایی افسوده گفت نظام مقدس اسلامی در قله‌های اقتدار قرار دارد. علی خامنه ای در آخرین سخنان خود ادعا کرده بود که رژیم اسلامی ایران با هیچ کشوری سر جنگ ندارد و در همان حال از گروه‌های تروریست فلسطینی که از نابودی اسرائیل سخن می‌گویند به تمجید پرداخته و گفته بود که رژیم ایران در کنار آنها ایستاده و به همه گونه کمک به آنها ادامه خواهد داد. سپاهی شکارچی نگفت که از دیدگاه او اسرائیل چگونه آن هم به زودی نابود خواهد شد، ولی تجربه گذشته نشان می دهد که رژیم ایران بر این امید است که از طریق رساندن پول و اسلحه به گروه های تحت فرمان خود بتواند به مصاف اسرائیل برود. آگاهان می گویند که اسرائیل همه این تهدیدها را جدی می گیرد و راهکاری را برای رویارویی با آن مشخص کرده است، ولی گروه های ترور در طول 70 سال گذشته همیشه در آرزوی انهدام اسرائیل بودند و همیشه نومید و شکست خورده باقی ماندند. این سازمان های ترور در گذشته از حمایت بیدریق کشورهای عرب برخوردار بودند و همیشه ناکام ماندند. در سالهای اخیر نه تنها دو کشور اصلی عرب یعنی اردن و مصر با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده اند، بلکه شمار بسیار زیادی از دیگر کشورهای عرب نیز دارای نوعی روابط آشکار یا پنهان با اسرائیل هستند و فلسطینیان را تنها گذاشتند و با رفتارهای تروریستی آنها مخالفت می‌ورزند. حکومت اسلامی ایران از ایجاد این خلأ در حمایت از فلسطینی‌ها استفاده کرده و می‌کوشد آنها را به سوی خود بکشاند. همین واقعیت نیز یکی از علل دور شدن کشورهای عرب از فلسطینیان تندرو می باشد. سپاهی ابوالفضل شکارچی با بزرگ جلوه دادن حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی در عین الاسد عراق گفت تمام نظام سلطه به این نتیجه رسیده که در قدرتی که وارد نبرد با حکومت اسلامی ایران شود جز شکست چیزی در پیش نخواهد داشت. حسن روحانی در راهنمایی امروز در میدان آزادی ادعا کرد و گفت به اعتقاد من اگر انتخاب انقلاب 57 امروز هم در پیش روی مردم باشد، پاسخ مردم امروز ما هم پاسخ 41 سال پیش خواهد بود. منابع آگاه میگویند پس چرا از مردم ایران میترسید و یک انتخابات سالم برای تعیین رهبر یا نمایندگان واقعی مردم برگزار نمی کنید و همه چیز را در ید اختیار خودتان و شورای نگهبانتان قرار داده اید؟ حسن روحانی گفت در 22 بهمن ماه مردم آزاد هستند که به خیابان‌ها بیایند و بار دیگر با امام و رهبری بیعت کنند یا اینکه در خانه بمانند. او نمیگوید اگر مردم به خیابان‌ها بیایند و به گرانی و وضع وخیم اقتصادی اعتراض کنند، واکنش حکومت جز خشونت و کشتن مردم چه کار دیگری از دستش برمی آید؟ رئیس جمهور حکومت ایران با نادیده انگاشتن واقعیت‌ها ادعا کرد و گفت در 8 ماه گذشته تمام شاخص‌های اقتصادی ما رشد را نشان می‌دهد و در این حال افزود مردم ما اگرچه مشکلات فراوانی را امروز به خاطر تحریم ها تحمل می کنند، اما در سراسر کشور هیچ صفی وجود ندارد. و گفت علی‌رغم مشکلات تحریم ها که به رژیم ایران تحمیل کرده اند، اما در سراسر کشور هیچ صفی برای مواد غذایی، دارو، نیازمندی های ضروری، جابجا شدن
مسافرت‌ها، تحصیلات علمی و درمانی در بیمارستان وجود ندارد. روحانی گفت انتخابات دوم اسفند ماه یک انتخاب در میان انتخابات هاست. مردم ایران منتقد باشید اما منفعل نشوید و با صندوق‌های رأی قهر نکنید. فرماندهان سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر گفتند که یک جبهه جدید جنگی در خاورمیانه گشودند که هدف آن بیرون راندن ارتش آمریکا از منطقه میباشد. آگاهان میگویند که چنین تلاشی ممکن است با بهای سنگین مالی و تلفات جنگی و زیان‌های گسترده برای رژیم ایران تمام شود. یک مشاور امور امنیتی پرزیدنت ترامپ به نام گابریل سوما به خبرنگاران گفت که ایالات متحده هیچ قصدی برای خروج سربازان خود از عراق ندارد. در گزارش‌های پیشین آمده بود که ایالات متحده حتی سربازان بیشتری را به خاورمیانه اعزام کرده است. مهندسین اسرائیلی بر این گمان هستند که توانستند برای نابود کردن بادکنک‌های انفجاری که از نوار غزه به داخل اسرائیل فرستاده می شود و موجب انفجار و زیان می گردد راه حل پیدا کردند. دستگاهی که آنان طراحی و تولید کرده اند و نخستین آزمایش آن با موفقیت روبرو گردیده با اشعه لیزر کار می کند و افرادی که به رصد نشسته اند اشعه لیزر را به سوی بادکنک ها می فرستند و آنها را در هوا منفجر می سازند. آزمایش ها همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل امیدوار است این شیوه تعرضی فلسطینیان را خونسا کند که در ماه‌های اخیر هزاران بادکنک را که وسایل انفجاری در زیر آن آویزان شده هوا کردند که بسیاری از آنها در داخل اسرائیل به زمین نشسته و موجب آتش سوزی و یا انفجار شده است. اشعه لیزری یکی از شیوه هایی است که مهندسین اسرائیلی آن را برای نابود کردن بادکنک ها در نظر گرفتند. ولی اکنون مدتی است که همین شیوه برای منهدم کردن موشک های دور پرواز دشمن نیز به آزمون گذاشته شده است. در اورشلیم اعلام شد که این دستگاه به درخواست پلیس اسرائیل طراحی شده و در دست تکمیل است و این نخستین بار در جهان خواهد بود که برای نابود کردن بادکنک اشعه لیزر به کار گرفته می شود. این دستگاه را یک کمپانی اسرائیلی به نام اپتوپنس طراحی کرده و ارتش اسرائیل نیز در طراحی آن سهم داشته است. این دستگاه از هفته پیش در خط مرزی اسرائیل با غزه قرار داده شده و توانسته از شماری از بادکنک ها را شکار کند، ولی هنوز مراحل آزمایش و تکمیل به انجام نرسیده و درباره میزان کارایی آن مشکل میتوان قضاوت کرد. شرکت کنندگان در آزمایش های نخستین میگویند که تا به حال 90% موفقیت داشته است. طراحان آن میگویند که این دستگاه را حتی در تاریکی شب میتوان به کار انداخت. در مراسم سال روز به قدرت رسیدن رژیم، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ی حکومت گفت اقدام تروریستی آمریکا از نظر مردم منطقه منفور است. او نگفت از کدام مردم منطقه همه پرسی کرده است. و این در حالی است که گروه های بزرگی از مردم عراق در اعتراض های گسترده ماهای اخیر خواهان خروج افراد مسلح رژیم ایران شدند و حتی کنسولگری های رژیم ایران را به آتش کشیدند. ظریف در پاسخ به سؤالی درباره این که در مذاکره با قدرت‌های جهان کارت‌هایی در دست دارید، شاید برترین کارت برنده شما چیست؟ گفت مردم، چرا که این مردم هستند که همه قدرت‌ها را می‌توانند در دست بگیرند. ظریف گفت 41 سال است که مردم ایران با سختی‌ها دارند همه چیز را تحمل می‌کنند و در کنار آن امید بر یک آینده روشن دارند. ظریف تصریح کرد مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی یک رفراندوم عمومی بود که به آمریکایی‌ها اعلام کنند کسی که تروریست است آمریکاست. اسحاق جانگیری معاون اول روحانی نیز با تقلید از روحانی گفت انتخابات و صندوق رأی محل گفتگوی مردم و نظام است. مردم در انتخابات شرکت کنید زیرا نظام و مردم با هم معنا دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه حکومت نیز گفت در جمهوری اسلامی سخن اجرای عدالت شنیدنی نیست بلکه چشیدنی است. قانون اجرای آن و قضاوت عادلانه و تقسیم همه ظرفیت‌ها در کشور مبتنی بر عدالت اسلامی است. رئیسی افزود سرنوشت نظام اسلامی در دست مردم است و برای همین مردم است که تلاش خواهد کرد. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، رسانه‌های عمومی حکومت اسلامی ایران که همه جیره‌خوار حکومت بوده و حق ندارند کمترین انتقادی از رژیم را بازتاب دهند، امروز ادعا می‌کنند که شمار بزرگ شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های فرمایشی در سراسر ایران نشان می‌دهد که اقشار مختلف مردم تا چه حد این رژیم را دوست دارند و آن را ستایش می‌کنند. به آنها باید یادآوری کرد که در کره شمالی، در چین امروز، در اتحاد شوروی سالهای پیش از فروپاشی و در حکومت هیتلر نیز میلیون‌ها نفر به میدان آورده می‌شدند. در کلان شهر تهران دست کم 12 میلیون نفر زندگی می‌کنند که حدود 1 میلیون نفر آنها حقوق بگیران حکومتی هستند که اگر در راهپیمایی حضور نیابند اخراج خواهند شد و به صحنه آوردن صدها هزار نفر یکی از شیوه‌های شناخته شده رژیم‌های دیکتاتوری است و هیچ حمایتی را از جانب مردم بیان نمی‌کند. حالا خودشان در نطق‌هایشان عملاً می‌گویند که همان گونه که امروز شعار زنده باد حکومت اسلامی شنیده می‌شود، فردا ممکن است فریاد مرگ بر ولایت فقیه به گوش برسد. مجموعه خبری ما همچنان ادامه خواهد یافت، ولی پیش از آن دقایقی موسیقی می‌شنویم. سایه بون تو آفتاب بیچت سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقدیم بیز مفتون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. تو دیدم هم شادی تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون. من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه.
همکاران ما به پخش خبرهای ایران و دیگر کشورها ادامه می‌دهند. در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که به زاهدان رفته است در جمع عده‌ای که به عنوان تظاهرکننده 22 بهمن قصد راهپیمایی داشتند ادعا کرد راهپیمایی شکوهمند امسال پیام مهمی به دنیا دارد و مردم ایران اسلامی هم با حضور گسترده خود پیام‌های مهم به ملت‌های دنیا مخابره کردند و ادعا کرد که ملت‌های منطقه انتقام خون سلیمانی را هم می‌گیرند. پس از آنکه منابع خبری و حتی مقامات نیمه رسمی رژیم ایران فاش ساختند که قاسم سلیمانی در کشتار مردم سوریه و عراق و از جمله زنان و کودکان نقش بزرگی داشته است، حسن روحانی ادعا کرد که سلیمانی اگر کارش کشتار بود به راحتی میتوانست ژنرال‌های آمریکایی را نیز بکشد اما نکشت. تحلیلگران میگویند که اگر قاسم سلیمانی به جان امیران ارتش آمریکا سوء قصد میکرد ایالات متحده را به جنگ به ایران میکشاند، زیرا پرزیدنت ترامپ ناچار میشد نسبت به این جنایات واکنش کوبندگی نشان دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در توضیح سخنان خود گفت قاسم سلیمانی فرماندهی سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که توسط ارتش آمریکا کشته شد قادر بود که ژنرال های آمریکایی را در عراق و افغانستان بکشد اما این کار را نکرد. حسن روحانی در جمع سفرای خارجی و رؤسای سازمان های بین الملل در ایران مدعی شد قاسم سلیمانی به دنبال ثبات و آرامش در منطقه بود. وی افزود ما هیچگاه موشک برای تجاوز نساختیم و انبار نکردیم. ما به همه همسایگان و مردم منطقه اطمینان می دهیم خاص ما همزیستی مسالمت آمیز است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که کشتن قاسم سلیمانی پیکار علیه داعش را در منطقه تضعیف کرده است. صالحی افزود بدانید همونطور که کشورم یک بار به شدت تلافی کرد در صورت ضرورت هرگز برای حمله دیگر تأمل نخواهد کرد. پیشتر نیز سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن سلیمانی علیه دو پایگاه عراقی که مقر نیروهای نظامی ایالات متحده بود بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل شلیک کرد. پاسدار محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفته است که بعد از کشته شدن سلیمانی ما اصلا دنبال بهانه بودیم که اگر ایران را بمباران کنند اسرائیل را بزنیم. وزیر اطلاعات حکومت ایران آخوند محمود علوی نیز که به خرم آباد رفته است همراه با کارکنان محلی راهپیمایی کرد ولی از مردم و جوانان هیچ خبری نبود. وزیر اطلاعات حکومت ایران به خبرنگاران محلی طی سخنانی گفت دشمنان فکر می‌کردند به خاطر مشکلات مادی و اقتصادی که در زندگی مردم پیش می‌آید بر اراده حضور مردم در صحنه انقلاب اثر می‌گذارد، ولی مردم با حضور خود این توهمات به ادعای او دشمن را نقش براب می کنند و او درباره عدم حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن هیچ صحبتی نکرد. در همین حال جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم وابسته سپاه گفت هیچ کشوری جرأت شلیک مستقیم به ایران را ندارد. سپاهی پاسدار علی فدوی ادعا کرد که روز 22 بهمن ماه یکی از مصداق‌های قطعی و روشن یوم الله است و حضور در مراسم 22 بهمن ماه قدرت و اراده خدا در پیروزی حق بر باطل است. رهبران انقلاب اسلامی سال 57 در جریان پیروزی انقلاب وعده‌های متعددی به مردم دادند، اما پس از 41 سال و پشت سر گذاشتن یک نسل کدام یک از وعده‌های اساسی آیت الله خمینی و پیروانش محقق شده است؟ امروز سالگرد انقلاب است. در روزهای اوجگیری انقلاب و بهمن 57 مهمترین شعار انقلابیون استقلال آزادی و جمهوری اسلامی بود و در کنار آن وعده‌های چون درودن فساد از دستگاه حکومتی و بازگرداندن کرامت انسانی و رفاه اقتصادی به زندگی همه اقشار مردم از سوی رهبران
از جمله آیت الله خمینی داده میشد. رهبران جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی حکومت پادشاهی را به وابستگی به بیگانگان و دستور گرفتن از آنها متهم می‌کردند. آنها این حکومت را از نظر اقتصادی و سیاسی پیرو سیاست‌های غرب می‌دانستند و وعده می‌دادند که پس از پیروزی انقلاب حکومتی کاملا مستقل مستقر شود. با این حال پس از 41 سال از انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خارجی و حتی منطقه‌ای خود به شدت به دو ابرقدرت دیگر، روسیه و چین وابسته شده است. روسیه البته تا هنگامی که منافع آن به خطر نیفتد در شورای امنیت سازمان ملل حامی جمهوری اسلامی است. در سیاست‌های منطقه‌ای نیز برای نجات حکومت بشار اسد که مورد حمایت شدید تهران است وارد عمل شد و نیروی هوایی و مشاوران نظامی خود را به سوریه فرستاد. جمهوری اسلامی در مقابل سیاست‌های سلطه طلبانه روسیه در اروپای شرقی و آسیای میانه سکوت می‌کند. چین نیز از حامیان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و البته هرگاه ارتباط تجاری جمهوری اسلامی با چین قطع شود باید منتظر بحران مالی و اقتصادی در ایران بود، چرا که مشتری بزرگ نفت و پتروشیمی ایران حتی در مواقع تحریم نیزگاه در نقش منجی به قطع نشدن شریان درآمد جمهوری اسلامی کمک میکنه. در ازای این حمایت ها رهبران جمهوری اسلامی که خود را حامی مسلمانان و مظلومان جهان معرفی میکنند در مقابل سرکوب شدید مسلمانان ایغور در چین سکوت پیشه کردند. در واقع استقلالی که از آن دم میزدند حتی در حد اعتراض به سرکوب شدید مسلمانان چین محقق نشد. وعده بزرگ انقلابیون سال 57 آزادی بود. بنیانگذار انقلاب اسلامی در مصاحبه‌های خود از آزادی‌های سیاسی و فردی مردم دفاع می‌کرد و در جمله‌ای معروف گفته بود حتی کمونیست‌ها هم در بیان عقاید خودشان آزاد هستند، ولی دیدیم که پس از پیروزی انقلاب اعدام‌های دست جمعی گروه‌های چپ آغاز شد و هزاران نوجوان و جوان بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرده شدند. وعده رهبران انقلاب برای تحقق عدالت نیز به عمل نزدیک نشد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اولین روزهای استقرار مخالفان خود را در محاکمه‌های بسیار کوتاه و بدون دسترسی به وکیل اعدام و به زندان‌های طولانی محکوم می‌کرد. و آنچه در آبان ماه گذشت و خشونتی که رژیم از خود در برخورد با تظاهرات آرام مردمی نشان داد و همچنین هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین، آشتی مردم با حکومت را غیر ممکن کرده است. دلپرانگ مفسر فرانسوی میگوید با اختیاراتی که رهبر جمهوری اسلامی از آن برخوردار است میتوان گفت برای اینکه جمهوری اسلامی جمهوری باشد از جمهوری دیگر نشانی باقی نمانده است. در پایان مراسم تظاهرات سازمان یافته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی قطعنامه‌ای خوانده شد. در این قطعنامه به عدم مشارکت مردم در این تظاهرات دولتی هیچ گونه اشاره‌ای به عمل نیامده است، ولی دولتمردان حکومت دعوت شدند تا از هر گونه حاشیه‌سازی‌ها بپرهیزند. و در بند دیگری موضوع طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم به شکست دانسته شده است. از دیدگاه حکومت ایران هر گونه قطعنامه یا طرحی با عنوان صلح یا برقراری صلح و آرامش در منطقه باشد محکوم به شکست است. در همان حال که سران رژیم ادعا می کنند که در اوج قدرت و توانایی قرار دارند، مرکز آمار رژیم اعتراف کرد که ایران به علت تحریم های اقتصادی ایالات متحده همچنان پسرفت می کند و تولیدات ناخالص ملی رو به کاهش است. مرکز آمار حکومت ایران
با انتشار گزارشی در ارتباط با تولید ناخالصی داخلی ایران اعلام کرد در 9 ماه سال جاری خورشیدی تولید ناخالص داخلی منفی 7.6% شده، یعنی نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته است. در این گزارش آمده بر اساس قیمت ثابت سال 90 را حدود 500 تریلیون تومان ارزیابی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.6% معادل حدود 41 تریلیون تومان کاهش نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش نوشته شده که تولید ناخالص داخلی ایران بدون محاسبه نفت در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده. به عبارت دیگر رشد اقتصادی غیر نفتی ایران صفر بوده است. علت عمده سقوط تولید ناخالص داخلی در بخش صنایع مربوط به افت 37% استخراج نفت و گاز همچنین افت 35% ارزش تولیدات معدنی کشور است. اما دیگر زیرمجموعه‌های این بخش شامل تامین آب، گاز، برق همچنین بخش ساختمان رشد داشته است. همچنین بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 9.5% کاهش یافته و بر اساس سال جاری اقتصاد ایران رشد 0% خواهد داشت. رژیم ایران تمایلی معرفی عوامل حملات شدید سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ندارد. بر اساس گزارش‌ها در حالی که دیروز دوشنبه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید یک حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشور از شناسایی و مقابله با آن خبر داده بودند، گفته می‌شود موج دوم این حملات از شامگاه یک شنبه دو روز پیش آغاز شده و کماکان در حال انجام است. بر اساس اطلاعات انتشار یافته در روز شنبه دو روز پیش پس از گزارش‌هایی از قطعی و کندی سرعت اینترنت در سراسر ایران با بزرگترین حمله سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام گرفته است. این خبرها که ابتدا بر اساس اطلاعات رسیده از کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود در نهایت باعث گردید تا مقامات و مسئولان رسمی در وزارت ارتباطات به آن واکنش نشان دهند. به موجب این گزارش در گام نخست حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در حساب توییتر خود این ادعا را مطرح کرده است که هکرهای اجاره‌ای گسترده‌ترین حمله هکری را در تاریخ ایران به انجام رساندند، اما جمهوری اسلامی توانسته است این حمله را دفع کند. در بودجه پیشنهادی وزارت خارجه ایالات متحده برای سال 2021 مواردی برای مقابله با تهدیدهای ایران از جمله مقابله با تروریسم و تأثیر بدخواهانه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. در این لایحه موارد نظامی و اقتصادی قدرتمندی از جمله 337 میلیون دلار برای متحدان مهم در خاورمیانه و برای تهدیدهایی که از سوی رژیم ایران می‌آید در نظر گرفته شده است. در متن پیشنهادی این بودجه که دوشنبه دیروز ثبت شده در بخش خاور نزدیک بودجه حدود 1.295 میلیارد دلار برای مقابله با تأثیرات بدخواهانه جمهوری اسلامی، تقویت اتحاد آمریکا با متحدانش در خاورمیانه و همچنین حمایت از اقلیت‌های دینی و قومی آمده است. در این بودجه پیشنهادی مبلغ 88 میلیون دلار به عنوان کمک داوطلبانه ایالات متحده آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته شده است. هدف از این کمک ادامه تلاش‌های آمریکا برای مقید کردن ایران، سوریه و کره شمالی به رعایت و اجرای تعهدات مرتبط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. مبلغ 67 میلیون دلار برای امنیت مرزی و کنترل صادرات در نظر گرفته شده و هدف آن جلوگیری از هر گونه انتقال و صادرات مواد مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی است. این بودجه برای مقابله با فعالیت‌های برهم‌زننده کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین طراحی شده است.
برنامه کاهش تهدید جهانی هم با بودجه 74 میلیون دلار برای فعالیت‌های کشورهای چون چین، کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و سوریه در نظر گرفته شده که حکومت‌های معرفی شدند که مشغول گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌باشند. خبرگزاری فارس توییتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را در مورد دست داشتن قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضات 78 و 88 تایید کرد و نوشت این خبر جدی نیست. یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران از سرکوب و کشتار معترضین داخلی توسط قاسم سلیمانی در توییتی پرده برداشته و نوشت تاریخ همیشه نام سلیمانی را در سرکوب مخالفان نظام و رهبری ثبت خواهد کرد. پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در توییتی نوشته است قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضات در ایران نقش بسزایی داشت و اقدامات مؤثری انجام داده است. این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در ادامه نوشته سلیمانی در حوادث سالهای 78 و 88 در صحنه مقابله با ضد انقلاب به گفته که وی در کف خیابان بود. پاسدار محمد علی جعفری در ادامه نوشته که بارها شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم. در قبار این فتنه همزمان در مسائل سیاسی هم با نفوذ خود برای خواص به دنبال روشنگری بود. سلیمانی در سرکوب اعتراضات مردمی عراق در نشست خود با سران حکومتی این کشور نیز گفته بود که ما در ایران می دانیم چه رفتاری با معترضان کنیم تا دیگر اعتراض نکنند. گفتنی است در 18 تیر ماه 78 حمله به کوی دانشگاه تهران و پس از آن خرداد 88 نیست با گسترش اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تظاهراتی ضد حکومتی در ایران شکل گرفت. قرارگاه سارالله که از اون به عنوان یکی از مهمترین واحدهای امنیتی سپاه یاد می شود از سال 74 مأموریت مدیریت امنیت شهرهای استان تهران را بر عهده دارد و در سرکوب اعتراضهای 78 و 88 نقش کلیدی دارد. گفتنیز قاسم سلیمانی فرمانده یه بخش برون مرزی سپاه موسوم به نیروی قدس را بر عهده داشت و کارش سرکوب و کشتار مردم در سوریه و عراق بوده است. همچنین محمد باقر قالیباف نیز درباره سرکوب اعتراضهای 88 گفته بود شاید بیشترین حرکت را برای جلوگیری از حادثه من و سردار سلیمانی با هم انجام دادیم و آن نامه‌ای را که برای اذن سرکوب دانشجویان از سوی فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئیس جمهوری که وقت نوشته شد من نوشتم، بنده و آقای سلیمانی. متن مجموعه کامل‌تری از اخباری را که شنیدید می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه و چاپ کنید. یه رودابه که می رقصه تو کولاک زمستونی که خورشید و روی شالش خبر کرده به مهمونی، هر آدم مثل آوازه تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خداوند کنار آب و آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه، رس نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران و هر بیدار میتازیم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه ای از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم که اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن در اپستور به فارسی یا انگلیسی بنویسید رادیو اسرائیل فارسی. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.